خدا رو شکر به موقع رسیدی. رفت پیش قاضی؟ معلومه که رفت. شیر زنی این زن. شیر زن. من جای اون بودم بعد از تهدید اون قاتل با طفلم متواری می شدم. من که مثلا مردم. اون که تکلیفش معلومه. بله. طفلک خاله. خیلی نگران بود. هزار بار سفارش معطلات کرد. جای همه اینجا امنه. برای بعد محکمه باید یه فکری بکنی. تو دلمونو خالی نکنم و مشتی. واقعیت خانم، واقعیت. معلوم نیست این تفلیسی از خدا بیخبر چند تا قاتل آدم کشی بیشرف و عجیر کرده. پیر زن و طفل بیگنام سرشون نمیشه. بله جناب خاضی. خب تفلیسی، ببینم جنی چیزی در اختیارته که هم آدم میکشه هم طفل از گهواره میدزده؟ حرف بزن ببینم. تکذیب میکنم. هرچی گفت کذب محض بود. این زن برای نجات اربابش اومده. نگاه کنید. ببینین چه استرابی توی وجنات سکناتشه. طفل تو را مگه نصف شب توی کوچه از داخل کالسکه بدن دستت مسترب میشی؟ خوب خودتو زدی به موش مردگی. کی از گاری پیاده شد تا رجب علی سوار شه؟ کی پش پش کرد دم گوش گاری چی؟ کذب محضه. دروغگو. حیا کن اجنبی، توبه کن، تسلیم کن قاتلو. جناب قاضی، من با گوشای خودم شنیدم که اون قاتل از سیمون میگفت، از امارت ناصریه، از طلا، از رجب علی بیچاره که چون نخواسته بیشتر خیانت کنه حکم قتلش صادر شده. من همه اینا رو با گوشای خودم شنیدم جناب قاضی. دروغه. این زنو مجبور کردن که مهمل بگه. اتفاقا منو مجبور کردن که این حرفا رو نزنم با تهدید طفلم. آقای قاضی، دیشب من اسباب مختصری فراهم کردم که برم. بعد دیدم تا کی باید زوردار خون کنه بی زور فراری بشه. من سر و جان خودم و طفلم فدای یک تار موی شازده و زنشه. کسی منو مجبور نکرده جناب قاضی. کسی منو مجبور نکرده. الحق که خوب معرکی گیرایی توی دستگاهت داری شازده ارسلان. ساکت شو آقا. هر چیز که باید شنیده میشد شنیدین. حالا که بنای کار بر انکاره، باقی کار رو محول میکنیم به داغ و درفش مستنطقین محبس. دفاع آخرت رو بگو تا استماع کنیم بگیم ببرند محبس نظمیه. تو اینجا مغربیا نیستی و وقت محکمه هدر میشه. صوت اذان میرزا نصیر. از کی تالا تو به صوت اذان وابسته شدی؟ انشا کن کاته. کمر نماز ندارم، شکم نهار که دارم. اجازه بدین از جیب خودم چند تا سیخ کباب خوب بخرن برام بیارن. رمق ندارم. دفاع آخر باشه بعد از نهار. اجازه بدین میرزا نصیر. بسیار خوب. به دلیل گشنگی متهم الباقی مجلس موکول میشه به بعد از نهار که فردا نگه اجنبی بودم و کسی به اصرارم اعتنا نکرد. الباقی هم 2 ساعت بعد از دسته اینجا حاضر باشن. به این متهم تحت الحفظ نهار میدید. بهت ثابت میشه که من بذاریش اینجا. بله بفرما جناب شازده. بفرمایی کی حوصله غذا خوردن داره همون؟ یا مرد یا اشتباه. رجب علی خدا بیامرزدش، به خدا وقتی من شنیدم پشتم شکست. ولی خب مردن جای خود داره، خوردن جای خود. بعد میگم مهربانو. نه آقا ابراهیم، جناب شازده میل کنید. میل کنید که اگه مثل بار قبل لغز خوند قوت داشته باشید جوابشو بدید. ارسلان، الان میرزا نصیر چه حکمی میده؟ حرف از داغ و درفت زد و حرفش میارم معلومه. خیالت راحت.
چی میگه با این غذا سیر نمیشم، میرم یه دو سیخ دیگه بگیرم براش. باشه پس زود بیا. انشا کن که فرصت نداری. پس دفاع آخر من چی؟ دفاع آخر لازم نیست. آخه چهار تا سیخ کبابو که تو سیاه کالم میتونستم بخورم. این رسمش نیست قاضی. ساکت باش. با توجه به وقفه‌ای که افتاد، خیلی فکر کردم جناب شازده. حبس این مرد تفلیسی بر خلاف عقله. به شهادت یک زن که شهادتش نصف شهادت یک مرد محسوب میشه، با ثبت و ضبط یک کرباس کهنه خونی که منشأ خونش هم معلوم نیست از کجاست، نمیشه حکم به قتل کسی داد. باز اگر نعش اون مقتول پیدا میشد یک حرفی. معنی این حرفتون چیه جناب قاضی؟ من متوجه منظورتون نشدم. ادله سست و استشهاد ناقص برای تکمیل دوسیه قتل کافی نیست. اون حکم 25 تومن دیه که انشا کردید و دوباره تنظیم کنید بدید امضا کنم. جناب میرزا نصیر، خدای نکرده تو آبگوشت ناهارتون گرد نسیان ریختن یا نعوذ بالله از غیب وحی رسید. دلیل این انقلاب رأیتون چیه؟ حرف اضافه نباشه. خسارت این مرد تفلیسی رو بدید و محکمه رو ترک کنید. به خدا اگه نگید چی باعث تغییر رأیتون شده ازتون نمیگذرم. شما که اهل تطمیع نیستید. اگر بودید این مرد متمبل همون دیروز آزاد میشد. بگید کی بهتون گفته این مردک رو آزاد کنید؟ به اندازه اعتبارت حرف بزن شازده. به اندازه اعتبارت. شما چی؟ شما نباید به اندازه اعتبارتون عدل داشته باشید؟ قاضی به اندازه عقلش اعتبار داره، نه عدلش. عقل قاضی حکم میکنه به عدم کفایت ادله. یه دستمال خونی داری و یه شاهد خونگی، یک عالم هم قرض. اینا رو در دو کفه ترازو بریز. قرضت سنگین‌تر از خون نوکرته. خدا کاسه زیر کاست میرزا نصیر. آخرت خودتو فدای دنیای این مردک نکن. تا دیروز گفتی اگه شاهد برسه سر و کار تفلیسی با داغ و درفشه. امروز هم همین حرفو زدی. با این حکمی که بعد از آن کردی، نکن میرزا نکن. به خدا بی‌حیثیتت میکنم. به این شازده های بیلقب رو که میدی به عدل پادشاهم شک میکنن. ببریدش محبس، امشب مهمون ما باشه تا بفهمه که دیوان خانه دیوان خانه نیست. راست میگفت این تفلیسی بیچاره. ببریدش! اون کنید! هر کجا میبرن؟ اون کنید! بازه! برو خوربات با قارونه سختی تو راه! شرف! شرف! بیکاچمت! نام کنید! بذارید دادارت رو خودمش رو کنم! نام سندون رو برم کنید! نام کنید! بیشرم! قاتل بیشرم! 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 چی شد مهری؟ خانم شازده جریمه شد، تفلیسی تبرئه. چی؟ معلوم نیست وقت ناهار چی به قاضی گذشت. ببخشید سرکار، این شازده ما چی شد؟ کدوم شازده؟ شازده ارسلان، ارسلان میرزای قباندو. آزاد شدنی همین دو نفر بودن که رفتن. گفتن کجاست همون؟ محبسه یا سیاه‌چال؟ من از کجا بتونم فدات بشم؟ من که این بیرونم. محبت کن، بزرگی کن، خودت برو ببین کجاست. از خجالت در میاد. باشه همون، باشه، خلوت کن. خبر گرفتم صدات میکنم. دست در. Thank you.
میرزای قبانلو. ارسلان میرزا منم. بریم بیارینش. آزادم. فقط توقی گردن و پابندش رو باز کنید. سریع انتقالش بدیم واسه استنتاق. استنتاق برای چی؟ ساکت باش. بجنبین. پرسیدم استنتاق برای چی؟ خفه شو. حرف نباشه. بجنبین. تا میرزا نصیر نیاد به پرسشاتون پاسخ نمیدم. پرسیدم تو کی هستی؟ کی تو رو فرستاده؟ من کسی هستم که زنجیر به دست و پا نداره. تو حرف بزن ببینم کی هستی؟ من ارسلان میرزای قوانلوی قاجارم. چه حیف. واقعا جای تأسف داره که صاحب این اسم تویی. با این هیبت و شوکت واقعا جای دریغ داره. چرا جای دریغ؟ اون سرباز اونجا چی کار میکنه؟ آخر کار خواهی فهمید. آخر کار. بعد از این من میپرسم و فقط تو جواب میدی. یادت باشه. انکار نمی کنی. فقط اقرار کن. انکار و اقرار مال متهمه. من شاکیم. نوکرم رجب علی به قتل رسیده. چیزی برای انکار ندارم. به زودی همه چیزو انکار خواهی کرد. حتی خودت رو. خودم رو. خودت رو. این که شاسته ای. نامه در زلانه. به زودی اقرار خواهی کرد که اصلا نوکری به اسم رجب علی نداشتی. تو کی هستی؟ شبیه مامورای عدلیه نیستی. من؟ من از دایره خفیه نگاری نظمیه مسئول استنتاق این دوسیه هم مردک. خفیه نگاری از همون قماش که چغلی میکنید نون میبرید. محض اطلاعاتون جناب خفیه نگار، من لقب و منصبی ندارم که امثال تو بتونید جیره مواجبم رو قطع کنید. شما ها انقدر ترسویید که حتی اسمم ندارید. دست به جنبون سرباز. وقت تنگه. به جنب. منو نگاه کن. آخر کار میفهمی من کیم. آخر کار مردک. تو حق نداری با من اینطوری حرف بزنی. من هر جوری که دلم بخواد حرف میزنم. من سلطان مراد شریفی عباب جمعی نظمیه یاور شریفی خطابم میکنن. اسم منو به اون حافظه ی نامبارکت بسپار مردک. این آداب معاشرت با یک شاهزاده نیست جناب یاور شریفی. معذرت میخوام عالی جناب، مؤدبانه حرف میزنم. هیچ میدونی امروز یوم الحساب شماست. یوم الحساب مال متوفاست. من زنده جلوی شما نشستم. دقیقاً برای مرده هاست. مرده های مثل تو. بند اول گزارش رو قرائت کن سرباز. بنابر اطلاعات واصله به دایره خفیه نگاری
شازده ارسلان میرزای قوانلوی قاجار فرزند بهادر، عضو تشکیلاتی شبیه فهموشخانه است، تشکیلاتی سری به جهت جاسوسی برای دولت‌های بیگانه و علن‌نمایه برای سرنگونی سلطنت برپا شده. خب فراموشخانه مزاح میکنید جناب مستنطق؟ مزاح میکنید؟ دست به جنبون سرباز. انکار نکن، فقط اقرار کن. منو جاسوسی؟ کیان چین حرف احمقانه ای زده؟ جاسوسی برای کدوم دولت؟ دولت بهیه عثمانی، دولت فخیمه انگلیس، دربار تزار روس، هر دولتی غیر از دولت ایران بیگانه است آقا. حالا یا انکار کن که 16 ارسلان تو نیستی، یا اقرار کن به جاسوسی. من ارسلان فرزند بهادر میرزای قوانلوی قاجارم، هم خون این شاه و هر شاهی که تو این سلسله حکومت کرده. با یاغی و تاغی که حرف نمیزنید، من جاسوس نیستم، قویانه کار میکنم. بشین اما اینجا سوابقی هست که انکارهای قاطع شما رو نقض میکنه. بخون سرباز. فرد مذکور به قهوه‌خانه‌ای به اسم توتی آمده شد داشته و دارد. نمیدونستم رفت آمد به قهوه‌خانه جرم حساب میشه. فرد مذکور در حضور مشتریان قهوه‌خانه با صدای رسا میگوید وکیل دوله ها فقط وکیل دولتند، پس وکیل مردم کجاست؟ این مملکت وکیل رعیا میخواهد که شوربختانه نداره. این شده که مردم روز به روز تیر روستر میشوند. من این حرف رو انکار نکن، اقرار. بله من این حرف رو زدم. خب شازده مذکور با لحن آکنده از کنایه پیش جمعی از مشتریان گفته است دوام سلطنت با کفر شاید ممکن باشد، ولی با ظلم ممکن نیست. این که حدیث پیغمبره. انکار نکن، فقط اقرار کن. انکار نمی کنم، من به این جمله اعتقاد دارم. ارسلان میرزا دست کم یک نوبت با کلونل کاسکوفسکی در مورد آینده سلطنت و دولت و مملکت صحبت کرده بوده است. مطلعید که گرچه کلونل از خادمین سلطنت همایونی هستند، اما قطعاً و یقیناً تبعی کشور روسیه و از جان نثاران تزار روس هستند. من فقط با کلونل... انکار نکن، فقط اقرار کن. کی داره این بلا رو سر من میاره؟ کی برای من پاپوش سوخته؟ گزارشی که این سرباز میخونه چیه؟ اون داغ و درفش برای کیه؟ ماموران خفیه نگاری چرا باید به تعقیب من مشغول باشن؟ کی کمر به قتل من بسته مستنطق؟ کی؟ کمر به قتل تو؟ چقدر ساله گرفتی کارو؟ بلایی به روزگارت میارم که آرزوی اولین و آخرینت مرگ باشه. منو نگاه کنم، من هنوزم یاور شریفیم، اما تو چی؟ تو هنوز شازده ارسلان هستی؟ از موافق خودم پرسیدم، از دیگرانم خبر گرفتم، اصلا چنین شخصی اینجا عبس نیست. یعنی چی؟ یعنی چی نداره خواهرم، نیست دیگه، نیست. نیست؟ عمو میگه اصلا شازده اینجا نیست. عمو میگه شازده نیست، یعنی چی؟ بی خود میگه نیست. آدمیزاد کامل مگه سوزن گمشه میگی نیست؟ نیست یعنی چی؟ خب برو پیداش کن. چی بهت هم کفر کرد؟ بیشتر هم بخوای بهت ملتفت شدی یا خوابی؟ برو عمو برو.
شهر درست نکن. من تا شازده رو نبینم از اینجا تکون نمیخورم، میفهمی؟ باشه عمو، باشه همین از سایه عمو بده. سب کن ببینیم چی میده. منو کجا میباری؟ منو کجا میباری؟ یخی سرباز مملکت رو گرفته، میگه میخواد بره پیش محبسی ها. منم فرستادمش همون تو، حالش جا بیاد. تو هم سر و صدا بکنی حبست میکنی. غلط میکنی، مرده چونتون رو به من اگه غیر از حبس و زنجیری هیچ کار دیگه بلد نیستید. بهت گفتم فخری، نگفتم الان وقت سرکوف دست باید کاری کرد. این زخم پارسال فخری، این زخم پارسال که امسال به زغزغ نشسته. گفتم نرو، گفتم نکن، خطبه نخون، زنی مرد نشو. بفرما، حالا زن آبستنش را افتاده دوره که خلاصش کنه. باردارم نبودم برای تو دوره افتادم، نیافتادم اسد. سخفر الله، این طایفه پر از یعجوج و معجوج فخری، رفت و شده با این طایفه خسارت میاره، همه دشمن همن. از بام تا شام واسه خریب پاپوش میدوزن، واسه خود سرپوش. شوهر دشمن داره فخری، شوهر دشمن داره. خب ما که داشتیم زندگیمون رو میکرده فخری. بگو اسد، بازم بگو، عقده گشایی کن. ارسلان مردونگی نکرده برای تو؟ از حبس قوم و ظالمین نجاتت نداد؟ من کجا، قتل شاه کجا؟ این بلایی هم که سرم اومد سربند همون وصلت بود که دومانم رو گرفت. جونتو نجات داد اسد، از لقب و منصبش گذشت. نوبتی هم باشه نوبت توه، مردونگی کن، خلاصش کن. من اگه خلاص کن بودم که الان منت شازه رو سرم نبود برای آزادیم. لقب دارم، منصب دارم، ربط و رابطه با دارم. نه اسد نداری، پول و اعتبار که داری، پسر حاج بابا که هستی، همه به دارایی میشناسنت. به کی برم پول بدم فخری؟ به کی برم پول بدم؟ به رئیس دیوانخانه، به رئیس نظمیه، وزیر ادویه. اصلا برو پول بده به شاه تازه، مثل پدرش بره سفر فرنگ. هر چقدر خواست بده فقط خلاصش کن. زده به سرت فخری؟ زده به سرت؟ حبسشو انکار کردن اصلا. میگن اصلا چنین شخصی تو محبس انبار شاهی نیست. میفهمی یعنی چی؟ زندانبان وجود زندانی رو انکار کنه، میفهمی یعنی چی؟ دلم آشوب. چی شد فخری؟ چی شد؟ چیزی نیست. پدر سوخته این پدرش هم اسد. به خواب عزیزکم، به خواب که این دنیا بیدار و بیدادمون یکی شده. لا اله الا الله. یعقوب، یعقوب. بله آقا. برو بگو اینجا و هم برو همه جا، هر چقدر پول داریم یک کاسه کنن، میخوام ببینم نقدینمون چقدره. چشم میزه. بهتر شد. برنشو، برنشو بریم ببینیم چه خاکی با تو سرمان بریزیم. بسیار خوب، همه چیز مشخص شد. بنویس کاتب، ارسلان میرزای قوانلوی قاجار در زمره خطرناکترین دشمنان سلطنت و مستحق شدیدترین مجازات هاست. کفایت استنتاق. کجا؟ من تا کی باید اینجا باشم؟ شما؟ شما اینجا اصلا نیستیم. حمله های کفن و دفن، به جنبی. صاف کنید، کجا میبرید منو؟ من شستم پدرانم، من شستم پدرانم. مقاومت نکن، اینا پدران همه تو رو بسوزونن. میدم تک نشستونه به من رقیق القلبی هستم. گردنش برکن. اصلا طاقت ندارم ببینم مردی به هیبت تو
با یه همچین مرگ دردناکی از این دنیا بره. حیف، هزاران بار حیف. انکار کن که 16 سالان تو هستی، شاید یه عمر دوباره بهت دادم. مرگ و زندگی دست خداست، هرگز خودم رو انکار نمی کنم، هرگز. حتی اگه مجبور باشی بین مرگ و فراموشی یکی رو انتخاب کنی، باید اقرار کنی که 16 سالان تو نیستی. باید اقرار کنی که نوکری به اسم رجب علی نداشتی. هرگز چنین اقراری نمی کنم، هرگز. آخر کار خواهیم فهمید، آخر کار. فقط اینو بدون که نام ارسلان فرزند بهادر در فهرست محبوسین این محبس نیست. این میدونی یعنی چی؟ یعنی اینکه 16 سالان امروز صبح از اینجا رفته، برای همیشه رفته. ببندینش! بکنید! من ارسلان میرزام، فرزند بهادر میرزای قاجار، نواده فتحعلی شاه! بگیر سرباز، ترش کن. مگه تبلیغ کاخ گلستانه؟ نمی‌بینید داره حکم می‌کنی؟ عذر تقصیر جناب قاضی، یه زن و مردی نامه مخصوص داشتن، جسارت کردم داخل شدم. بده ببینیم. بگید بیان داخل. شما ها بیرون باشید، امری مهم پیش آمد کرده. چی باعث شده که چنین مرقومه‌ای رو بیارید پیش من؟ از کی شکایت دارید؟ از شما جناب قاضی، از خود شما. فخری، من فخرالزمان شالچی هستم، عیال ارسلان میرزای قوانلوی قاجار. یک بار در سفری که به خمسه داشتم خدمت جهانشاه خان امیرافشار رسیدم، والی خمسه. این نوع طریقه برخورد با مجرم یادگار همون سفر با برکت. قشنگ نیست سرباز؟ بله قربان. دهنشو باز کن، زبون بسته انگار حرف داره. هرچقدر بهت دادم من دو برابرش رو بهت میگم. مصدق دیوانه، از من بگذر. پیداست درد داری، دوست دارم بگم موقتیه ولی نیست. انقدر تحت فشار این تناب و این چرخ میمونی تا بند بند استخونات از هم جدا بشه. بکش پاپیروس درد رو ساکت بکنه. نیستم من افا پیروز نتم بکن. بکش عادت میکنی، هم به این درد، هم فشار، همین پاپیروز. اینطور نمستندق هم دکت صاحب داره، عدلیه داره، نظمیه داره، شاه داره. سگه کی باشه که به من بگی شاهزاده نباش؟
بسودی میان سراغت شریف یا بیشرف. اینجا عدلیه منم، نظمیه منم، شاه منم. آخر کار میفهمی چیه؟ آخر کار مردک. مادر با این نامه میری نظمیه، این بار اگر پسرت هرزگی کرد فلفور اطلاع میدی، میان میبرنش حبس. با اجازه. برو بزن. جناب میرزا نصیر. صبر کن برادر من، صبر کن، فرستاده من مراجعت بکنه تکلیف معلوم میشه. آقا به والله معلومه، شازه فرد محترمیه، روانیست این حکمی که دادید. به دولت و دیوان توهین کرد، گفتم یک شب بره حبس از جهت عبرت، اما فقط یک شب. والله که از سر خیرخواهی حکم دادم، گفتم فردا زبون سرخش باعث زحمتش نشه. لطف شما زیاد، اما قاتل شاه هم فقط چند روز انبار شاهی بود. زیر زمین نارنجستان پذیرای میرزا رضای کرمانی بود، نه انبار شاهی. انبار شاهی جای دزد و قاتل و رازن و جانیه. شازده امام اگه چه خبتی کرده بود جز اختلاف عقیدهی که با شما داشت؟ همین هم جرم کمی نیست؟ گیرم که نیست میرزا، به والله قسم انبار شاهی جای زندانی عقیده نیست. جناب میرزا نصیر، فرستاده از انبار شاهی برگشته. بیان داخل. دیدید بیهوده نگران بودید؟ سلام جناب میرزا نصیر. علیکم السلام، زود بگو چه خبر. دست خط مبارک شما رو که دیدن فلفور رسیدگی کردن، اجازه میدید داخل شن؟ پسر سلام میرزا کجاستمو؟ گفتم شازده رو بیارین که شازده نیست. نه نیستن جناب قاضی، این همون شخصی که صبح به جهت اختشاش حبس شده بود، به احترام دستخط شما آزاد کردن. خودش آزده کجاست؟ گفتن حسب الامر شما یک شب نگهش داشتن، صبح امروز آزاد کردن. صبح امروز که ما اونجا بودیم اخه کجا آزاد کردن؟ دروغ میگه جناب قاضی، به خدا دروغ میگن. به خدا قسم من از شما نمیگذرم جناب میرزا نصیر، شوهر من به حکم شما گرفتار شد، حالا هم به حکم خودتون صحیح و سالم آزادش کنید. اینو هم تقدیم کردن، گفتن شخصا رؤیت کنید. وقت دیوانخانه به قدر کفایت صرف شازده شما شد. تمشیت کنین تشریف ببرن بندگان خدا، ما هم به کارمون برسیم. بفهمید. ما بریم به کدوم کارتون برسید؟ فخری. غیر از داده مظلوم گرفتن چه کاری دارید؟ نمیبینید این ظلم آشکارو؟ من برای یک شب حکم به حبس دادم خواهرم. ضامن ما بقیه زندگی شوهر شما نیستم. تشریف ببرید. شوهر من برای باقی زندگیش چرا نیاز به ضامن داره؟ توی اون نامه چی نوشته بود که از این رو به اون رو شدید؟ چرا حرف نمیزنید جناب میرزا نصیر؟ ساکت شو ضعیفه! نشنیدی چی گفتم؟ آروم باش. تا الان هم اگر حکم حبس ما نداده به خاطر پولی بود که من به بازار دادم. باشو بریم بیرون. باشو. مرمت حالی زیاد. صدق سر بد خبری دستم گزگز میکنه. آم خواب میرم. سرم از خودم نیست. تشریف داشته باشید، خودم برم دنبال طبیب. ارسلانم غیب شده، تشریف داشته باشم؟ نه اما باید برم. مروارید. بله خانم. تا جای جواهر کسی رو بگیرم در رکاب باش. چشم خانم. را که میرم سرم گیج میرم.
بابنده امری نیست؟ نه امو، فقط هوشیار باش که وقت سهلنگاری نیست. یکی رو مأمور کن که مرتب از محبس خبر بگیره. چشم خانم. این دختر شارچی که برگشت بگو بشینه تا شوهرشو برگردونه. این بر اونور نره که مایه آبروریزی. تنها نرفته بودن خانم، بنده در رکاب بودن. پیش قاضی هم با عقبیشون از طول و میرزا تشریف برده بودن. متصل شازده شازده نگفتن. با درایتی که من دیدم حتما شازده رو پیدا میکنم. رها کن عمو، گرفتاری شاهزاده قاجاری به دست رعیت شالچی حل میشه؟ از شالچی فقط باید شال خرید. سودا به رضا خیشی بخوشی. به شالچی ها دل نبند، خودت هوشیار باش. چشم. آقادم دختر شاکی روزت خوش نده. آخ که چه وقتی بی جواهر شدی امارت. را بیفت. سنگ دفع شده. ما یاد بیشتر بخواه. به این مریضه بدحال خوش آمده میگید جناب طبیب؟ چرا؟ قلیون و قهوه اون اتاق. در خدمتم بانو، بفرمایید. زحمتی دارم برای جناب طبیب، برای طبیب الاطباء. هنوز عوض نشدی افسر ملوک. بعد از این همه سال هنوز صحبت از زحمت و از رحمت نیست. شما ولی عوض نشدید. اضطراب من رو میبینید و با آرامش پذیرایی میکنید. من عوض نشدم، من فقط مجاهدت کردم در ترک. ترک؟ ترک چه؟ ترک آرزو. همونطور که مولانا در فیه ما فیه میگه، ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد. آرزو اگر آرزو باشه که ترکش ممکن نیست. نگفتم ترک آرزو ممکن شد، گفتم مجاهده کردم. وگرنه من همون عطارزاده یک لاغبا هستم که نوجوانی و جوونیش رو در حسرت یک دختر چموشه. مرخصی مروارید.